از محمد حسین صفا کرم مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم آقای صفا کرم سلام و عرض ادب سلام وقتتون بخیر جناب صفا کرم هوش مصنوعی چه مزایایی در آینده زندگی بشر دارد و آیا برخی اظهار نظرها و ببخشید برخی اظهار نگرانی ها در مورد مشکل آفرین بودن آن نسبت به زندگی برخی از افراد به واقعیت نزدیک است بفرمایید این که هوش مصنوعی داره با زندگی ما در واقع مخلوط میشه و قاطی میشه و جزی از زندگی از زندگی ما میشه اینو اصلا نمیشه انکارش کرد ولی این نگرانی هم که وجود داره واقعیت داره حالا یه سری راهکار هست که میشه جلوی این ها گرفت یا حداقل کمشون کرد تو سطح جامعه بعضی از این راهکارا ها اینطوریه که ما بیایم یه سری قانون گذاری انجام بدیم و یه سری نظارت هوشمندانه داشته باشیم رو کل روند یعنی بیایم یه سری استاندارد شفاف برای جمعوری اطلاعات و استفاده از دادایی که داریم و با هوش مصنوعی مختلف ایجاد کنیم دوم موردی که میتونیم براش یه راهکاری به عنوان یه راهکار معرفی کنیم اینه که آموزش و اطلاع رسانی عمومی داشته باشیم یعنی که با برگزاری کمپین‌های آموزشی یا آموزش های دیجیتال و سواد رسانی به شهروندا بیایم این بستر رو فراهم کنیم که اونا اطلاع رسانی درباره حقوق خودشون توی فضای دیجیتال رو داشته باشن و مورد بعدی اینه که همکاری دولت و بخش خصوصی باشه مثلا بیاد شرکتی که اصول اخلاقی توش مصنوعی رعایت میکنن بیاد تشویقشون کنه حمایت کنه از تحقیقاتی که مربوط به هوش مصنوعی قابل اعتماد هست و تشویق مالیاتی و چیزهایی از این دست و در نهایت توسعه فناوری محافظ حریم خصوصی یعنی بیاد از شرکتها و فناوریایی حمایت کنند که در روش رمزگذاری پیشرفته دارند و به این سادگی به قول معروف هک نمیشن و دسترسی اطلاعاتشون به این سادگی نیست. یه سری چیز دیگه هم هست مثلا جناب صفا کرم یه مقداری از اون بله بفرمایید یه مقداری از اون نگرانیا رو کم کنیم و در واقع از این تشدید نگرانیا کم بشه. بله ممنونم با تشکر از محمد حسین صفاکرم مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند